به نام خدا عرض سلام بیننده عزیز آمد حیدری هستم با یک دیگری از برنامه های پرسپال. آقای همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی در این بحث با ما هستند. آرزو می کنم بحث ما را دنبال کنید. تشکر آقای عزیزی عزیز که با ما هستید. خوش آمدید. خب اگر در نخست در رابطه با وظایف، صلاحیت و مسئولیت هایتون بگوین که در کدام بخش کار میکنین و چی صلاحیت و مسئولیت دارین شما. بسیار زیاد تشکر آقای حیدری. برای شما بهتر معلوم است که دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به مثابه یک نهادی که وظیفه تنظیم روابط پارلمانی ارکان ثلاثی دولت به عهده داره ایجاد شده و مدت اضافه از 5 سال است که فعالیت می نماید. خب حال در صورت که فلسفه ایجاد وزارت شما هماهنگی میان دو خواه است، پس چقدر در راستای کارتان موفق بودین تا حال شما؟ اداره ما از بد و تاسیس در قسمت امانگ ساختن روابط میان حکومت و پارلمان نقش به سزای خود در 5 سال گذشته بازی کرده، اما بدون شک مشکلات کاری ها موجود بوده و تلاش اداره ما در این راستا است که بتانیم روز به روز این روابط بر مبنای قانون بهترتر و خوبتر تنظیم. مشکلات کاریتون چی است؟ مشکلات کاری که در وزارت دولت در امور پارلمانی است برمیگرده به مشکلات مجموعی کشور و در قدم دوم مرتبط است به مشکلات که در سایه خود حکومت وجود داره و مشکلات که مربوط به عملکرد پارلمان است. گفتم میتونیم که چون تجربه کار حکومت با پارلمان بعد از 30 سال جنگ در کشور ما یک تجربه تازه بوده، یقینا در این راستا هم مشکلات در سایه حکومت در قسمت روابط با پارلمان موجود است و هم در سایه پارلمان. تا زمانی که این دو قوه جایگاه یکی دیگر و حدود و صلاحیت های هم دیگر درک نکنن و به او احترام نگذارن این مشکلات کم حال درک نکردن؟ یقینا در بعض موارد هنوز مشکلات موجود است، یعنی تداخل وظیفوی از هر دو جانب در امورات هم دیگر ما شاهد هستیم و این نیاز به وقت داره، نیاز به این داره که یک دور پارلمان پشت سر گذاشته شد. چی زمان دیگر نیاز است؟ ببینیم در افغانستان دموکراسی هنوز دموکراسی جوان است، نیاز به این داریم که نهادهای دموکراتیک ما این صفحه را پشت سر بگذارند تا ای که به یک نهادمندی برسه. تا زمانی که این برمیگرده به مسائل گوناگون در انتخاب مردم، اوضاع عمومی کشور و رشد از این نهادهای دموکراتیک، تا زمانی که این نهادها به یک درجه و به یک پختگی رشد نرسند این مشکلات کماکان. آقای عزیز شما از موفقیت وزارتتون سخن گفتین، حال علت وجود مشکلات، تنش و حتی کشمکش ها میان دو قوه چی است؟ ما برای شما گفتم میتونم که روابط حکومت و پارلمان به این معنی نیست که حتما تمام مسائلش یا نرمال باشه یا همیشه استکاک باشه. ما اگه ارقام برای شما بتونم، در 4.5 ماه گذشته 306 مرتبه اراکین حکومتی تنها به ولسی جرگه دعوت شده و 546 مرتبه به مشران جرگه، که نشان دهنده از این است که روابط حکومت با هر دو مجلس نهایت خوب است و حکومت حاضر به پاسخدهی در مقابل نماینده های ملت است. اما ای که در بعض مسائل هنوز هم کمبوتات وجود داره، ای هم برمیگرده به مسائل کلان مملکتی که هنوز هم، یعنی نظام تنها کل وقتش متوجه این نیست مصروفیتش که حتما روابط حکومت و پارلمان به او توجه کنن. ما مشکلات اقتصادی داره نظام ما، مشکلات امنیتی داریم، مشکلات ظرفیتی در ادارات داریم، مشکلات با همسایه های خود داریم، مشکلات با جامعه جانی داریم. تمام از یا بعض فرصت ها را از ما میگیره و در قسمت روابط حکومت ما برای شما گفتم میتونم که در هیچ پارلمان دنیا به این اندازه مراودات بین قوه اجراییشان و پارلمان موجود نیست. پس حکومت چرا پارلمان از نوع بی‌اعتنایی حکومت شکایت داره؟ اعتراض اعضای شورای ملی در این راستا و حق دارند که در قسمت اخذ صلاحیت‌های خود اعتراض داشته باشند،
و ما برمیگردم به سخنهای اولی خود که باید این دو قوه یکی دیگر را درک کنه. مشکلاتی که در سایه قوه اجرایی وجود داره، مسائل کلان ملی، منطقی و بین المللی، تمام از یا وقتگیر است. و از جانب دیگر در آیا رئیس جمهور صلاحیت و صلاحیت پارلمان تا حال درک نکرده؟ یقینا که درک کرده و به اساسی نمی درک است. پس که علت ادامه مشکلات در چی است؟ مشکلات ببینیم در 4.5 ماه وقت که 306 مراتبه بله. اراکین دولتی به شمول وزیرا در کمیسیونا و در مجلسان شرکت میکنند، این احترام است به پارلمان و این درک از است که قوه مجریه باید بر پارلمان پاسخگو باشد. اما سایر مطالبات پارلمان که از قبیل از این است که باید وزرا معرفی شوند، یا هم دلایل داشته در این مدت. خب حال بعدا در این رابطه بحث میکنیم، آیا گوش شنوای و یا توجهی به فیصله های مجلس نمایندگان از طرف حکومت وجود داره؟ آن چیزی که در مطابقت با قانون باشه یقینا همیشه وقت به او حکومت پرداخت. فراخوانی لوی سرانوال به مجلس نمایندگان قانونی است یا غیر قانونی؟ ببینیم نهادهای عدلی و قضایی میتونن پاسخگو باشه، اما موارد استیضاعش نمیتونن که شورای ملی استیضاع به عمل آید. به خاطر از اینکه اگر نهادهای عدلی و قضایی در تحت محاسبات سیاسی پارلمان قرار بگیرد، یقینا نمیتونن کوا به طور بسیار دقیق عمل کرده خود و وظایف و صلاحیت های خود اعمال کنند. روی اینمی دلیل است که در قانون اساسی آمده که ولسی جرگه میتونه هر یک از وزرا را استیضاع کنه، در حالی که ما و شما شاهد بودیم که از لوی سارنوال دعوت شدن و سر صدای بود در مورد استیضاعش که جایگاه در قانون نداره. اونا یک به اقدام غیر قانونی رو آوردن نمایندگان؟ بعض وقتا میشه که احساسات و اعتراضات بعد می باشه که ممکن است عدول کنه. پس چرا لوی سارنوال چونین مورد غیر قانونی را پذیرفت، بعدا اعلان کردن که اونا حاضر هستن در یک زمان مناسب برن به پارلمان؟ جوابده باید باشد تمام نهادهای حکومتی، اما اونا بتن در یک زمان مناسب میرن در مجلس برشان پاسخ جواب میگن بتن. بله. یقینا که ولسی جرگه و مشران جرگه حق داره که از اعضای حکومت استجواب کنه. به این جوابدهی چرا در نخست حاضر نشدن اینا؟ او دلایل میشه که شما از لوی سارنوال پرسان کنین که در اون مقطع بنابر چی مشکلات را و پیش آوردن و شما از این مورد در جریان نیستین؟ نه خیر نه. و اون یک نهاد هماهنگ کننده رسما دلایل عدم اشتراک خود بله. کتبن بر ما روان کردن که ما او را کتبن بر ولسی جرگه گفتن در یک موقع مناسب نظر به مصروفیت های کاری که دارن حاضر هستن که بر استجواب به ولسی جرگه حاضر. خب موضوع دیگه ای که نماینده ها شکایت دارن این است که اونا با لغو محکمه خاص یا ویژه رای دادن به خاطر ادامه کارشان، هنوز هم محکمه همچنان به کارش ادامه میده. این نوع بی‌اعتنایی به فیصله مجلس نیست؟ هر فیصله مجلس الزامی نیست که اجرا شد. فیصله مجلس که در مطابقت به قانون باشه، قوه اجرایی مکلف است که اجرا کنه. حتما در این قسمت اشکالات وجود داشته. لغو محکمه ما فکر نکنم که صلاحیت های یک نهاد قانون گذار باشه. محکمه در چوکات قوه قضاییه که یک قوه مستقل است ایجاد میشه و لغوش مربوط به یک نهاد بیرونی شده نمید. آقای عزیزی، حال پس مشکل در خود قانون وجود داره و در قانون گذاران و تأمین کنندگان قانون؟ ما مشکل از لحاظ قانون نداریم. ما از لحاظ قانون هر قوه ما دقیق تعریف شده، وظایف صلاحیت های مشخص بر هر قوه داده شده. مشکل ما در ضعف ابزارهای نظارت بر قانون است. بنابر عوامل تاریخی ما نوزه به اون مرحله نرسیدیم که این ابزارهای نظارتی ما به حد به پختگی برسن که واقعا بتونن اونم جایگاهی را که قانون برشان داده او را تمثیل کنن. آیا پارلمان قانون شکنی کرده در مورد محکمه ویژه یا خاص؟ موضوع بحث قانون شکنی بحث جداگانه است. در این رابطه پارلمان به مراتب با خود قوه قضاییه در حضور رئیس جمهور و جلسات جداگانه و حتی با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
در هفته اخیر هم نشستای داشتن. شما هم حضور داشتین؟ موین ما حضور داشتن، بلا. در این نشستا این موضوع انوزان به بحث گرفته میشه. دیدگاه پارلمان همی است که این محکمه در مغایرت با قانون است. قوه قضایه از خود استطلال داره و کمیسیون نظارت بر قانون هم همچنان. انوزان این بحث های زیاد در قسمت قانونی بودن و عدم قانونی بودن محکمه خاص در جیران. حال تعداد از نماینده ها میگن که در چندین دیدار و ملاقاتی که با رئیس جمهور داشتن، رئیس جمهور پذیرفته که هیچ تغییر در مجلس وارد نخواهد شد. شما موقف رئیس جمهور در چه حالتی یافتین؟ چی میخواهی رئیس جمهور؟ رئیس صاحب جمهور در مجالس که با هیئت اداری و کمیته رؤسای ولسی جرگه داشت، در این موضوع اشارات بسیار سریع و روشن داشتند که رئیس جمهور به عنوان رهبر از کشور نمیخواهد یک موضوعی که اگر عیانا کشور به بحران ببره از او حمایت کنه. اما صلاحیت های رئیس جمهور هم در قانون تعریف شده. به این مفهوم نیست که اگر یک روال قانونی هم باشه رئیس جمهور جلوش بگیره. به می خاطر است که این موضوع را با دوستا شریک ساختن که با شخص قاضی القضات و کمیسیون نظارت این موضوع به بحث گرفته شود. هفته گذشته یا بحث های داشتن، ممکن است در روزهای اندام در این مورد کار محکمه خاص وزارت شما یک روند قانونی میدونه؟ هر موضوعی که در محکمه بره، هر موضوعی که در محکمه بره، محکمه مکلفیت داره که به او بپردازه. یعنی رسیدگی برای ادعاهای مردم از جمله مکلفیت های قوه قضاییه. پس وزارت شما طرفدار ادامه کاری این محکمه است؟ بگذارین که من صحبت های خود تکمیل کنم. ای که در این روان نتایج بررسی ها چی میشه و بعدا قوه اجرایه به این نتایج چی میپردازه، او موضوعی است که مربوط به منادای مربوط میشه، مربوط به کمیسیون میشه، مربوط به نتایج نهایی خود محاکم میشه و تفاهم از این دونات. آیا وزارت شما طرفدار ایجاد تغییر در تشکیل مجلس نمایندگان است؟ ما دلچسپی در این زمینه نداریم. ما بسیار براحتی میتونیم با اعضای فعلی ولسی جرگه بسیار براحتی کار کنیم. اما از ادامه کار محکمه در این زمان از ادامه کار محکمه حمایت میکنین؟ موضوع کار محکمه حمایت و عدم حمایت ما مطرح نیست. یک موضوع جداگانه است مربوط به یک قوه دیگه. نه حمایت ما در او اثرگذار است و نه عدم حمایت ما. ما مکلفیت داریم که با اعضای ولسی جرگه مراودات و روابطشان با شخص رئیس جمهور و اعضای حکومت تامین کنه. بر ما تفاوت نمیکنه که در این کرسی ها کیا باشه و ما دلچسپی در تغییر یا عدم تغییرش هیچ دلچسپی نه خود ما نه نهاد ما داره. ریاست جمهوری هم در عین موقف یا موضع گیری است؟ یقینا شخص رئیس جمهور هم هیچ نوع دلچسپی شخصی نداره در این زمینه. اما بعضی ها میگن که حلقات در نزدیک رئیس جمهور اونا را ترساندن که تعداد از مخالفین دیدگاه های رئیس جمهور و یا به تعریف دیگر اپوزیسیون را یافته در پارلمان به خاطر رئیس جمهور نو حراز داره و نمیخواه حتی نامزد وزیرا را به مجلس معرفی کنه. شما شاید از هستین که ما فکر میکنم که مجلس فعلی یک مجلس است که بر علاوه از اینکه مورد تایید اداره ما و شخص رئیس جمهور است، با آسانی میتونیم ما با این دوستا بسیار افراد ملی، افراد با یک دید باز، با یک برنامه های خاص در این مجلس آمده. ما میتونیم با یا براتی کار کنیم و هیچ گاه همچه یک مفکوره نه در اداره ما و نه در دفتر رئیس جمهور و نه در نزد رئیس جمهور. پس علت تأخیر در معرفی نامزد وزیران چی از ضعف در نهاد شما و در ریاست جمهوری؟ ببینیم وقتی که پارلمان آغاز به کار کرد، یکونیم ما و شما شاهد چالش ها و جنجال های داخلی شان بودیم. آیا همچه یک جنجال در کدام پارلمان دیگه مثالش داری؟ نداری. لحاظ های کشور ما مجموعی از مشکلات است. در نهادها مشکل داریم. در مدت چهارمی ما شما قبلا گفتین رئیس جمهور هیچ فرصت نیافته که فکر کنه تعداد از نامزد وزیر را معرفی کنه به خاطر گرفتن رأی به پارلمان. شما مرا اجازه بدید. بله. بعد از یکونی ما آغاز کار از یا بودجه ملی جهت تصویب به پارلمان و به ولسی جرگه پیشکش شد.
مدت 1.5 ماه بحث های بسیار داغی که اکثر وزارتخانه ها در کمیسیون ها مصروف بودن به منظور تصویب بودجه، بحث هایی که دوبار بودجه ملی رد شد تا بالاخره بعد از 1.5 ماه پارلمان را تصویب نمود و بالاخره به توشیح رئیس جمهور رسید. یعنی از ماه اواسط ماه ثور به این طرف پارلمان فرصت از این پیدا کرد که اگر وزرا برشان معرفی شود جد کس برای اعتماد. اما کشور ما قبلا گفتم که کشور است که یک عالم مشکلات داره. تعیین و تشخیص افراد به حیث وزرا در کابینه یک کار ساده نیست. نیاز به وقت داره، نیاز به مشوره داره، تا ای که بعد از مشوره لازم تصمیمی که در این راستا گرفته میشه از صحت و دقت بیشتر برخوردار باشه. آیا سرپرست هایی که از طرف رئیس جمهور تعیین شده بدون تشخیص گماشته شدن اینا به عنوان سرپرست در وزارتخانه ها؟ یقینا که یا کسایی بودن که مورد اعتماد رئیس جمهور بودن. پس چرا اینا را در صورت که مورد اعتماد است حال معرفی نمیکنه برای ممکن است به عوض از یام کسایی را معرفی کنه، ممکن است در سطح کابینه تغییرات بیاره. مجموعه از این مسائل نیاز به وقت داره. حال حکومت منتظر آوردن تغییرات در کابینه است و می خاطر به تاخیر افتاد فرستاده بالا. در این مورد مشورای بسیار هم جانبه با هیئت رهبری کشور جناب رئیس جمهوری مسائل شریک کردند و ممکن است در یکی دو روز آینده این مسائل نهایی شود و پارلمان معرفی شود. خب حال شما در جریان هستین که در مدت دو روز و یا سه روز مجلس در تعصن به سر میبرن، اونا سکوت اختیار کردن و هر روز مبلغی که بودجه که مصرف میشه در پارلمان یا بودجه همه افغان ها است، اونا در حالت سکوت به سر میبرن. صبح امروز که ما با یکی از اعضای هیئت اداری صحبت داشتم، اونا گفتن که حتی هیچ پیام از طرف حکومت دریافت نکردن. چرا؟ اعتراض از جمله حق مشروع و قانونی شورای ملی است و این یکی از مزایای دموکراسی است. ما نه تنها در این کشور، در همسایگی های خود ما میبینیم جنجال ها و استکاکات را بین قوه مجریه و قوه مقننه. در ایران ما و شما شاهد از هستیم که فعلا بین مجلس نمایندگانشان و شخص رئیس جمهور در مورد وزارت نفت یک سری جنجال های است. این به این مفهوم نیست، این باعث رشد و توانمند ساختن نظام میشه و نظام متوجه میشه تا در تصامیم خود از دقت بیشتر استفاده کنه. حال به این مزایای دموکراسی حکومت معتقد است؟ 100%. نظام ما نظام دموکراسی است. رهبری کشور به اساس انتخابات دموکراتیک به وجود آمده. پس چرا حتی ابتدایی ترین پیام را حکومت به پارلمان روان نکرده که اونا به تحسنشان و یا انتقادشان نکته پایان بگذارن، فردا یا پس فردا یا هفته آینده برشان فهرست نامزد وزیرا را روان میکنه؟ شما اگه دیروز حرفای سخنگوی رئیس جمهور شنیده باشن او یک پیام روشن در اما اونا گفتن که زمان روان میکنن، تایم دقیق معلوم نیست، ممکن 10 روز، 15 روز، یک ماه. نمایندگان مدت 15 روز از رخصتیشان فقط ظاهرا به خاطر دادن رای به نامزد وزیران در پارلمان به سر میبرن. معلومات که ما امروز تازه داریم، احتمالا امروز یا فردا لست کاندید وزرا نهایی شوه و به پارلمان مرد. یک مورد دیگه که میخواستم از شما داشته باشم به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده میان حکومت و پارلمان، نفوذ حکومت در پارلمان و یا مجلس نمایندگان چقدر است؟ تلاش های حکومت در جهت همدستسازی و همگونسازی پارلمان یک امر مشروع و یک امر دموکراتیک است. یعنی مشروط بر این که این تلاش ها با شیوه شفاف و قانونی صورت بگیره تا این که جلب حمایت اعضای پارلمان را در راستای حمایت از پلیسی ها و برنامه های ملی حکومت ما به دست بیاره و این یک رسم است که در تمام کشورهایی که نظام های دموکراتیک داره این رواج داره. خب موارد را که شما اشاره کردین و با توجه به رویارویی قوه مقننه با مجریه، حال اگر نامزد وزیران در روزهای نزدیک معرفی شوند، فکر میکنین که رأی اعتماد به دست بیارن؟ یقینا این برمیگرده به این که چی کسای معرفی میشه، با چی ظرفیت های و چی گونه یا میتونه برنامه کاری خود بر پارلمان بیان کنن. این مربوط به این مسائل میشه
نه مربوط به این مسائل یا مشکلات که اخیرا به وجود آمده، و فکر نکنم که این مسائل اثرگذار سر رأی اعتماد وزرا شما فکر باشه. می‌کنید بساس شایستگی و لیاقت و فهم و دانش و تجربه کاری نامزد وزیرا میتونن رأی به دست بیارن از پارلمان؟ دادن رأی اعتماد کاملا صلاحیت ولسی جرگه است. این به تشخیص اعضای پارلمان مربوط است که او چی گونه تشخیص از افرادی که معرفی میشن میداشته باشند. در صورتی که اعضای پارلمان ای اعضایی که معرفی میشه باعث یک کنید وزرا تشخیص بتن که افراد شایسته افراد هستند که کار آمد هستند، یقینا اعضای پارلمان به دور از هر نوع تعصب و تبعیض رای خواهد دادن و ای باید به می شکل باشه، یعنی معیار کارایی باشه، معیار ظرفیت باشه و معیار تخصص باشه. خب زمانی که یک نامزد وزیر برای گرفتن رأی اعتماد معرفی میشن برای مجلس نمایندگان، مسئولیت شما اینجا چی است؟ به خاطر کمپین کردن یا تغییر از هان نماینده ها به طرف مثبت و دادن رأی بر زینا، شما چی میکنین در این هنگام؟ در قدم نخست شما تمام اسناد مربوطه کاندید وزیر تهیه میکنیم و جهت مطالعه به ولسی جرگه ارسال میکنیم. یقینا که چون دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به نمایندگی از رئیس جمهور در امور پارلمانی موظف است، لحاظا ما تلاش میکنیم تا از پالیسی ها و از انتخاب که رهبری دولت کرده از او حمایت کنیم و در مورد از کاندید وزرا توضیحات لازمه را که اگر اعضای ولسی جرگه نیاز دارن با او شریک بسازیم. خب حال اگر این روند کنونی ادامه پیدا کنه، همی تحسن یا انتخاب نمایندگان، تصمیم نهایی شما چی خواهد بود؟ ما فکر میکنم به زودترین فرصت در یکی دو روز لست از کنید وزرا جهت کسب رأی اعتماد و ولسی جرگه معرفی خود. عدم توجه یا کم تر توجه یا کم شنیدن فیصله های نمایندگان و یا کم توجه کردن به چنین انتخاب های نمایندگان، فکر نمیکنید که از وزن پارلمان در بین مردم بکاهه؟ ببینیم، این ما گفتن نمیتونیم که عدم توجه به پارلمان است. ما مشکلات عدیده در کشور داریم. رئیس جمهور به مسائل پروسه سال، پروسه پیمان استراتژیک با ایالات متحده امریکا، مشکلات امنیتی کشور، مشکلات که در ولایات مختلف است، امروزه مصروف است. گویا به این مفهوم نیست که تأخیر در معرفی عدم توجه است، بلکه شیوه کاری رئیس جمهوری است که در تصامیم کوچک سیاسی هم به شکل گسترده مشوره میکنه. انتخاب وزیر از طرف رئیس جمهور یک موضوع بسیار مهم است تا در این زمینه بعد از مشوره های لازمه افراد با دقت بیشتر بتانه جهت کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کنه. خب زودترین فرصت چی وقت است؟ تا آخر هفته؟ در یکی دو روز آینده انشاءالله. و اگر معرفی نشن باز؟ معرفی میشه. اگر معرفی نشدن مسئول پس حکومت است، درست؟ ممکن است که تأخیر اگر با وجود به بنابر دلایل معجی باشه که نیاز به تصمیم گیری در روشنایی مشوره های بیشتر باشه، اما اطلاعاتی که من امروز دارم در این زمینه تصمیم نایی شده در یکی دو روز آینده رسما به پارلمان. خب تشکر آقای عزیز. یک سوال دیگه هم میخواستم از شما داشته باشم. به عنوان یک نهادی که میان قوی مجریه و مخنخه رو دارین، مدیریت فعلی رئیس مجلس نمایندگان چگونه ارزیابی میکنه؟ در مجموع پارلمان و ولسی جرگه یک نهاد نوست، یعنی چهار ماه چهار نیم ماه از کارشان میشه. یک پارلمانی که با یک ترکیب غیر متجانس به و امگون و هم دست نباشن، یعنی مشکلات در امانگی داخلی خود داشته باشن، یقینا بدون مشکلات بوده نمیتونن. و تا فعلا هیئت اداری پارلمان کماکان تانستن تا هم مدیریت مجلس داشته باشن و هم روابط را با ارکان دیگه دولت به شکل خوبش تامین. خب تعریفتون از ترکیب غیر متجانس چی است؟ افراد با از اقوام مختلف، از مناطق مختلف، با دیدهای مختلف، با سویه های مختلف می این خودش یک ترکیب غیر مد، یعنی در اونجا ساختارهای سیاسی نیست که کتله و گروپ های متعلق به
یک سازمان سیاسی باشند تا بتانند زودتر در قسمت بلند بردن یا مؤثر تمام شدن کارهای پارلمان نقش خود بازی کنند. تا زمانی که این همگون ساخته نشه که نیاز به وقت داره، چنان شما و شما شاهد تشکیل یک دو گروه پارلمانی است. بسیار یک قدم خوب است. اگر پارلمان در قالب چند گروه پارلمانی تمثیل شود، بهترتر و خوبتر میتونن کار کنند. با توجه به تعریف را که شما از تشکیل مجلس نمایندگان دارین، کدام چهره‌ها رئیسان در مجلس سرنوشت ساز است؟ افراد وابسته به احزاب، افراد وابسته به تنظیم ها و یا چهره های مستقل؟ خیلی مشکل است که این قضاوت ما بکنیم. چرا تصامیم پارلمان قضاوت در قبالش یک کار مشکل است و یک خوشبختی است که مجموعه مخاصماتی که پارلمان انعکاس دهنده از او است در داخل مجلس نمایندگان توسط تصامیم اکثریت و اقلیت به تمام از این مسائل پایان داده میشه. یعنی در اون یا فرد یا یک شخص نمیتونه که مؤثر باشه، چون تصامیم به اکثریت گرفته میشه و این یک شیوه بسیار خوب است که در قسمت عمدسازی پارلمان و توسعه وحدت در بین اعضای پارلمان نقش خود میتونه باشه. خب بنان پرسش اخیر، کدام مورد مانع کار و یا فعالیت بیشتر پارلمان شده از دید شما؟ مشکلات داخلی خودشان، یعنی عدم همانگی در بین اعضای پارلمان، جوان بودن کارشان، یکی عمر کوتاهی دارن، 4 ماه از کارشان میگذره. مسائل دیگه از قبیل موجودیت محکمه خاص که موجود بوده یا تاثیرات روانی منفی بالای اعضای پارلمان داشته. مجموعه از این مسائل دست به دست هم داده و سبب شده که یک اندازه کارشان زیر سوال. به خاطر حل مشکلات چه گام هایی برداشته شده تا حال؟ همین تشکیل گروه های پارلمانی یک اقدام بسیار خوب است. یعنی خود اعضای پارلمان در بین خود فعال شدن و در صدد از این هستند که افراد دارای سلیقه مشابه با دیدای مشابه کنار هم در قالب گروه های پارلمانی قرار بگیرند. اقدام بسیار نیک است در صورتی که اگر مجموعه اعضای پارلمان در چند گروه پارلمانی تنظیم شوند، یقینا که در وقت مسئولیت پارلمان بیشتر خواهد و کارشان خوب خواهد شد. و در به خاطر شما گفتین که امی وجود محکمه اختصاصی نوع تاثیر خود داشته بر پارلمان، به خاطر از بین بردن امی خلا یا مشکل یا جلوگیری از این تاثیر، به خاطر لغو محکمه چی کردین شما؟ لغو محکمه کار ما نیست، خود قوه مقننه ما نیست، یک قوه مستقل جگر بین قوه مجریه مقننه. بارها نشستای زیار با شخص رئیس جمهور مساعد ساختیم، با شخص قاضی القضات مساعد ساختیم، پیام‌ها و مطالبات مجلس در زمینه در اسرع وقت با رئیس جمهور شریک ساختیم، اما تصمیم گیری در این مورد بالاتر از دفتر ماست و مشکلات همچنان ادامه دارد. یقینا تو فعلا بسیار زیاد تشکر آقای عزیزی که با ما زنده باشید. تشکر. ای بود بحث ما با آقای همایون عزیزی، وزیر دولت در امور پارلمانی. از اینکه بیننده بحث ما بودین سپاسگزار هستم.